بسم الله الرحمن الرحيم. سوره بقره از آیه 266 الى ختم سوره آیه 286. نوار شماره 14. هر صورت فطلن تل به معنای شبنم، تل به معنای شبنم است، یعنی شبنم هم کفایت میکنه در جاهای بلند، اما در پایان ها را گرمی میسوزانه. والله بما تعملون بصیر، الله متعال با آنچه شما عمل میکنین که ریاض یا اخلاص بصیرون بنا است. آلا سیکو، ای وقتی که تو به یقینی ثواب صدقه میکنی، بس گپی تو جور است، کم از دلش زیاد از دلش، الله متعال به تو ثواب میته. اما او کسایی که ولو زیاد میکنن به هدف ریاض، چنان باران تند شده ریا که از بین برده تحصیلش امکان نداره. چه خوب مثال دوم میته. یک نفر باغ داره، خرما و انگور باغ، نهرهای روان، هر نوع میوه، و این مرده کلان سال شده، دیگه هیچ مدرک عایداتی هم نداره، طفلکایش هم خورد، در پس پیری دیگه زن گرفته طفل خورد داره، در پس پیری دیگه غم گرفته. بگوین غم، گفت غم دارین شما در خانه؟ گفت الحمدلله هیچ غم و مصیبت در خانه ما نیست. گفت زن داری نداری؟ گفت دارم. گفت از زن که در غمی بالا دیگه چیست؟ این خلاصه همی که با در این صورتی که در پس پیری غم کده ای اولادکای خرد داره، در این صورت تمام چشم امیدواریش همونمو باغک است، حاصل بود از نان داره نتنه. در همی زمان یک باد آمد، باد تندی که باد آتش داره، باد تندی که باد آتش داره، همی باغ مکمل سوخت. فکر کن که چقدر جگرخون است، یعنی تمام سرمایه مردک در عین حاجت از دست رفته. یکی سرمایه از دست میره، ضرورت نداره، خیر است، میگه سرمایه رفته، اون زمین و باغ دارم، خود حاصل زندگیم پیش میره. در وقتی که ضرورت هم حاد است، تمام دست داشته از بین بره و جگر خونی است، یعنی بگوین در روز قیامت، در روز قیامت انسان ها همه مفلسند، انسان ها همه مفلسند جز از کسایی که اعمال صالحه داشته باشند، و در اونجا هم اعمال صالح از زیر ریا چنان آتشی سوزان سوزانده که قدر سر سوزانده اختیار چیزی ندارد. خودت قضاوت کو که چقدر جگرخون است، خودت قضاوت کو که چقدر جگرخون است. در دنیا که خوب است یک سوالگری میشه، گدایگری میشه که گدایگرای ما $3,000 اولی گروی دارن، این رقمی خوب میشه، لیکن در اوجا با چی چاره میکنی؟ اونم رو مثال نشان میده. دوستانی من، یکی ده خود صدقه و خیرات اصلا نمیشناسن، یکی ده صدقه و خیرات اصلا نمیشناسن، و یکی ده دور از علما و مسلمانانی که درست دین میدانند. یگان وقت ما همیشه میگم که با مردان نیک کار ندارم، کمونیست ها در جان ملا فلسفه جور کردنی که ملا صاحب صدقه را تشویق میکرد، با خانم شنید یک خروس داشت حلال کرد، آمد گفت که مرغ چرا حلال کردی؟ گفت شما گفتین صدقه فضیلت داره، یکی به 700 بالاتر. گفت دوره خود ما به مردم گفته بود. ملا مرد، ایره وقتی کفن کردن در خانه لعد ماندن، زنش گفت خاک نیندازین، یک وصیت کرده بود روز چهارم گاوی کلانه بکشین، گفت 40 گاوی خورده، از هم زیر کفن بالا برآمد، گفت ده یک مرغ ما مردیم تو دیگه گواهی مرم میکشی. این قصه را کمونیستا جور کرده، کمونیستا. البته ملاعین عدف ما در کجاست؟ علمای کرام باشه، هر کسی باشه، صدقه کردن به همگان کاری خوبی است، صدقه به همه کاری خوب است، تو نیست که تنها به دیگران باشه، به ملا نی. ایود احدکم، آیا دوست دارد یک از شمایان، ان تکون له جنه، از برای از او جنت باشد، من نخیل، از خرماها، و اعناب، انگور، تجری روان می باشد، من تحتها، از زیر درختان یمو باغ، الانهار و نهرها، لهو، از برای یمو باغدار، فیها، در باغ، من کل الثمرات، هر نوع میوه دارد، و اصابه الکبر، در حال ویرا رسید از بزرگ سالی، و لهو، در حالی که ذریت ضعفا، از برایش طفلکای خورده است، پسان زن گرفته، پسان زن گرفته، طفلکای خورد داره. فاصابه ها رسید امو باغ را، اعصارون، ریحون، باد سخت، فیهی در امو باد، نارون، آتش است، فاحترقت، باغ سوخت، فاحترقت، باغ سوخت. اینا ببینین که امود در روز آخرت چه رقم میشه با این خود دنیا بود. پس خلاصه همی که در روز آخرت سرمایه عمل ریا از بین برده. یک گپ دیگه هم است. نماز پیشین است، میمانی است، نمیخیزه نماز در خواندن شروع نمیکنه. چرا؟ میگه مردم مرا ریاکار میگه، مردم مرا ریاکار میگه. این گپ غلط است. ریا، عدم ریا مربوط به قلب و نیت انسان است. یک، در ادای فرائض ریا نیست. دو،
و هر جایی که باشی و ادای فرایض بلند شو و نیتت هم ادای مسئولیت ایمانی شمار کو. پس بنان در چاشت روز در محفل همه چیز مانده در جماعت رفتن به خاطر خدا ریا نیست. در دو بجه شب به تهجد بلند شدن به عقیده که یگان نفر مرا ببینه ریاست، به عقیده که یگان نفر مرا ببینه چیست؟ ریاست. این معنایش است بایی. کذالک این می رقم یبین الله، بار بار بیان میکند الله لکم به شما آیاتی، آیات های خود را لعلکم تتفکرون، برای اینکه شما بیندیشین و فکر کنین. گرچه تفکر و ساعت خیر من عبادت 60 سنه یا 1000 سنه، این را همه حدیث میگن، ولی جنجال برانگیز است، جنجال برانگیز است از اصول تخنیکی. ما حدیث بوده نظیر ثابت کرده نتانستم، تنها این قدرش ثابت است، فکر کردن اندیشیدن در نظام الهی بزرگترین عبادت است. چرا؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب، صرف و فقط و فقط به یاد خداوند اطمینان دلها می آید. از اینجا ما در زمین و آسمان که فکر میکنیم، یاد از خدا به دل ما می آید که خدای جانان نمی تو خدای است که زمین و آسمان را به همین شکل خلق کرده. یا ایها الذین آمنوا، ای آنانی که ایمان آورده اند، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرج کنین از پاکیزگانی آنچه شما کسب کردین، و مما اخرجنا لکم من الارض، از آنچه که ما بیرون کرده ایم به شما از زمین، دانه باب، میوه باب، معدنیات، هر چی که است. ولا تیمموا الخبیث، در ادا کردن شما ردی ردی را نتین، منه از امان چی که کشیدین به شما از زمین، در حالی که تنفقون خرج میکنین، اما در حالی که ولستون بی آخری خود شما نمیگیرین. اگر کسی سر کسی قرض داشته باشین، الا ان تغمدو فیه، مگر چشم پوشی کنین دمو گرفتن. و علمو بدانین که ان الله غنی حمید، الله غنی و بی‌پروا، صدقات شما محمود است. فهمیدین که آیت چی میگه؟ در اینجا دلیل وجوب زکات در اموال تجارت و دلیل ثبوت عشر در زراعت هاست. یعنی زمانی که مال تجارتی به دست می آید، در شرایط امروزی 14000 افغانی یا 15000 افغانی لااقل یک نفر داره از حاجت اصلی بیرون، یا معادله جنس داره یا میقه پیسه داره، سال تیر شد زکات لازم است. یک. دوم، آنچه که از زمین برایتان بیرون میکنم در او عشر است. در اینجا اختلاف مذهبی است، متنا آنچه که برداشت امام بزرگ ابو حنیفه رحمت الله علیه از دین است، امور برایتان میگم. از زمین آنچه که میبراید مطلقا در او عشر است. از کچولو شروع، از دسته های شفتل و رشقه شروع، از بامیه و رومی و بانجانی سیاه و خربزه و تربز شروع، تا جایی که میری، از باغهای میوه شروع، نامش که میوه است، عشر داره. عشر هر آن قدر که برایت عشر داره، اما زمانی که به مصرف شخصی باشه با عشر نیست، 21 است. مثل که از رسولتان فیروز نخچیر بسا موارد دیگر با وسیله چاهای عمیق با پول و پیسه اینا چی میتن؟ آب میتن. اونا 21 است. اونا چیست؟ 21 است، عشر نیست. در غیر از او چیست؟ عشر است. بعضی دوستا یک فتوا کشیدن، مصرف کده مردک از طریق چی نام داره مقلبه میکدگی؟ ترکتور. ترکتور و کود و دوا و دیگه و دیگه مصرف کده 50000، حاصل گرفته 30000 گندم و حاصل چی میگه؟ چون که مصرف تره پوره نکده، عشر نیست. این فتوا غلط، فتوا غلط. دوم، کسایی که زمین دعوا میزنه میگه در زمینی که دعوا را به پیسه زدی دو هم 21، این هم غلط، این فتوای غلط است. خلاصه از نامش چیز است، عشر در کار. گفت خبیث شنته، سر یک کسی قرض داشته باشی یک چیزی را دیره بتا میگیری بگو نه. الله سر تو قرض داره، الله چطور میگیره؟ الله پاک مقدس چطور میگیره خبیثه؟ تو که نمیگیری، اون که نمیگیره، اون نمیگیره. ولی اگر الله شما را به صدقات امر میکنه، به پاکیزگان امر میکنه، ضرورت نداره، غنی است، از انفاق شما، از تمام مخلوق غنی است. امر که میکنه به منفعت شماست. مساوات بین غنی و فقیر بیا که فقیر مکسی استفاده کنه. لیکن الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان شما را وعده میدهد که صدقه نکنی که غریب میشی. و یامرکم بالفحشاء، امر میکنه شما را به فحشا. فحشا در اینجا به اعتبار سبق و سیاق معنای خاص خود داره. فحشا را میفهمین چیست؟ بخل، ریا، انفاق در معاصی و دادن صدقه از مال ردی. خب دقیق سعی کو بایی، هدف ما و شما در اینجاست. شیطان امر میکنه به فقر
و امر به فحشا. دیگه جای فحشا را خود زنا و لواطت اینا معنا کردیم. در اینجا نظر به سیاق و سباق آیت که سعی میکنین نام بگی درست سعی کو. فحشا عبارت از بخل است. شیطان میگه بخیل شو. فحشا عبارت از ریاست. میگه ریا. شیطان میگه انفاق را در معاصی بکو. معاصی چی است؟ خرجنگی، سگجنگی، بودن جنگی، کوکجنگی الی آخره. والله یعیدکم مغفرة منه وفضلا. الله متعال وعده میدهد به شما بخشش را به انفاق از جانب خودش و فضلا فضل را. والله واسع علیم. الله فراخ است بزرگیش و نعمتش به هر کسی بخواهد. علیم دانا به نیات شماست. یؤتی الحکمت من یشاء. الله میدهد حکمت را به کسی که میخواهد. و من یؤت الحکمت کسی را داده می شود حکمت را فقد اوتی خیرا کثیرا. بدون شک داده شده به خیر کثیر را. و ما یذکروا الا اولو الالباب. پند نمی گرند مگر صاحبان عقل. خب سیکو بایی حکمت چیست؟ حکمت یکی خود سبق و سیاق قرآن کریم است. حکمت علم انفاق به شکل اساسیش. حکمت عبارت از چیست؟ علم انفاق. ما یک نکته پیدا کردم در اواخر. هر کاری را که میکنین صد صد فرض داره و اولا یاد بگیره. اگر به شکار میری فرائض شکار را یاد بگیر. به سفر طلب علم میری در مدرسه نظام فرضی که به یک طالب چی چیز فرض است امور یاد بگی. اگر به دکانداری میری فرائضش یاد بگی. به کسی صدقه میکنی فرائضش یاد بگی. به کسی هبه میکنی فرائضش یاد بگی. پس بناهن الله می فرماید که یوتی الحکمت من یشا. علم انفاق را به هر کس نمیده که نفقه در مصرف خود به نیت اساسی صرف شوه. خودتان دیدنی که همه مردم پی ریا و عجب و سمعت و خودنمایی رفتن. علم انفاق حکمت است به شکل خاصه. اما به شکل عمومی اگر میگیرین علم حکمت یک معنایش قرآن، دو معنایش سنت، سوم معنایش علم نافع که تو را به رضای خداوند و عمل به او برسانه. این توجیه را علامه مدارک در تفسیر مدارک کرده. تکرارن میگم که یوت الحکمه الله میدید حکمت را چی معنا؟ علم قرآن را. الله میدید حکمت را چی معنا؟ علم سنت را. الله میدید حکمت را چی معنا؟ علم نافع را. الله چه رقم نافع؟ تو را به رضای خداوند و عمل کردن به او علم میرساند. اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع. بگوین که نعوذ من علم لا ینفع. علم لا ینفع چند بخش داشت؟ دو. یک بخش همیست که اصلا به دین ارتباط نداره، مانند میبیزی صدرایی که در فرقشان یوتی الحکمت میشا نوشته شده، به مناسبت لفظی نوشته شده. این علمی هست که به دین ارتباط نداره. دوم صورت علم لا ینفع چیست؟ علم دین حاصل کرده، از علم دین توجه مردم و به مال زدن جیب مردم و دیگه مسائلی که خودتان میفهمین. از این خاطر حاصل کردن علمی که به دین ارتباط نداره یا حاصل کردن علم دین مگر استفاده قانونی نکردن نام اردو علمی چیست؟ علم غیر نافع است. از این خاطر گفتیم که یوت الحکمه. این در جمع کل از این علم انفاق میآید. علم قرآن بگیریم هم علم انفاق میآید. علم سنت بگیریم هم علم انفاق میآید. علم نافعی که تو را به رضای خدا برسان هم علم انفاق میآید. مگم در هیچ کدام از این علم شعبده، تسری چغمینی، صدرا از یک را رمانده و صدرا رفتن، شمس بازیغه و شری مطاله داخل نیست. حیثیات حمدلله را که جمع کنین کلگیش چهار ورق دیگه نمیمانه. خواه ما یذکرو الى اولو الالباب. به این مطالب پندم نمیگیره مگر صاحبان عقل. گفت که اگر تا یک قطره خون داشته باشم از منطق و فلسفه حمایت میکنم. گفتم برو خداوند از جنت دور بگرداندت. و ما انفقتم من نفقه. او همچه اشخاص ببین که الله شما را از جنت نگه دارد. الله شما را از جنت نگه دارد. ما دیگرها را خو میگیم که الله تو را از دوزخ نگه دارد. او را بگو الله تو را از جنت نگه دارد. و ما انفقتم من نفقه. چرا قرآن گفتنی؟ و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعوهم. و ما انفقتم من نفقه به شرط آنچه را شما خرج میکنین از نفقه از بخاطر ریا یا رضای خداوند او نذرتم من نذر یا نظر میگیرین در معصیت یا در طاعت فان الله یعلمه الا میداند و ما للظالمین من انصار. از برای ظالمان نصرت کنندگان هیچگاه نیست. کی از ظالمین معنا کاله؟ جالب است تفسیر مدارک یگان جای بسیار خوشم میآید. ربط قرآن را آیات در قرآن ربط آیت به آیت از نکات مهم قرآنی است. به شکل عمومی یک اصول میگم که اجگاه بند نمانین. اصول دین چند است بگوین؟
اصول دین چند صفحه بعدی هم بگوین؟ سه. اوجا خو میگه اصول دین ای برادر هشت قسم است، گویم مرترا هر یک چی اسم است. اول توحید باشد ای مسلمان، دوم عدل است به حکم سلطان، به سیم باشد پسنگای نبوت، به چهارم یقین میدانیم آمد. نبوت در مرتبه سیم آمد. لا اله بگو الا الله. بعد از لا اله چیست؟ اینا چی میگه؟ میگه عدل سلطان. چهارمش چیست؟ امامت. خسر انجام در آخر میگه به قول جعفر صادق، در آخر میگه به قول جعفر صادق. یک وقت گفتم در یک موسوم یا سیزن از سال ما مسلمان های اهل سنت شیعه هستیم عملا، در یک موسوم یهود هستیم عملا، در یک موسوم آتش پرست و مجوس هستیم عملا، در یک موسوم یک چیز دیگه. خودتان دیدنی عروس میاره در بغلش گرد آتش دوره میته، طفل سالگیره در گرد آتش دوره میته دعا میته، در یک موسوم دیگه به نام نوروز و کونروز دنیا را قبر باران و آتش باران و دکچه فزانک و طواف و دیگه میگیره. پس سرانجام در بدری در کجاست؟ هدفم در اینجاست که علامه مدارک رحمت الله علیه در اینجا میفرماید ظالم کی است که قرآن از نفقه گپ میزنه با ظالم و میگه کمک کننده نداره. گپ ما سر نفقه است ولی قرآن گپ در اینجا میبره که ظالمین چی ندارن؟ انصار. الذين يمنعون الصدقات او ينفقون اموالهم في المعاصي او ينذرون في المعاصي او لا يوفون بالنذور. توجیه علامه مدارک بسیار زیبا. ظالم کی است؟ اصلا صدقه نداده، اصلا کسی که زکات نداد خیرات نداد چی است بگو؟ چرا ظالم ماندن ظلم ماندن شی در غیر محل؟ باید تو که الله به تو مال داده بود صرف میکردی. دوم، مال خود صرف کرده در سگ جنگی و خر جنگی و خردوانی و خود جنگی، نامی ازی چی است؟ ظالم. سوم، نظر فی المعصیت کرده، نظر فی المعصیت این نظر بابا نانک، این نظر بابا فلان. چهارمش که نظر کرد که اگر اینی مشکلی مرا خدا حل کرد با این تیگ مال میکشم، وقتی که از درخت پایان شد گفت نه مرغی دی نه چرگی. از این خاطر اینا کلشان چیستن؟ ظالم. مناسبت دیدی؟ و مال الظالمین من انصار. تفسیر مدارک رحمت الله علیه امیر خم گفت خلاص. ان تبدو الصدقات فنعم ما هی، اگر شما ظاهر میکنین صدقات را چقدر خوبی زیبا چیز است. و این تخفوها، اگر خفیه میدین و تؤتوها الفقراء، و اگر خفیه میکنین و میدین به فقراء مصارفش، فهو خیر لکم، به شما بهتر است. و یکفر عنکم من سیئاتکم، الله میبخشد از شما از گناهان شما، والله بما تعملون خبیر. الله این مطالبان چی عمل میکنین خبردار است. لیس علیک هداهم، الله میفرماید بالای تو لازم نیست هدایت مردم. ای رسول صلی الله علیه و سلم چی معنا؟ قبلا گفتیم که ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، من و اذى و انفاق از خبیث و غیر ذلك. قرآن گفت احسان باری نکو، اذیت نکو، نه از ردی چی نکو الی آخره. و رسول که هرچی میگه مردم عملی نمیکنه. خدا به رسول صلی الله علیه و سلم تسلیت میدهد چی میگوید؟ لیس علیک هداهم. هم تفسیر مدارک ارتباط با می سیستم جور کرده. ولکن الله یهدی من یشاء، ولکن الله جل جلاله هدایت میدهد آن چرا که با کسی که هدایتش را میخواهد. ای اگر صدقات ظاهرم بتی صفت کرد، اگر خفیم بتی صفت کرد. صدقه را ظاهرم میتی خفیم میتی چی کرد؟ صفت. شرط چیست؟ احسان نکو، اذیت از خبیث نته، ریا نکو. دلت که ظاهری میتی دلت خفی میتی، بس خلاص. اگر نرسیدین قبلا خلاص کردم. و فیصله علما میست زکات فرضی باید علنی داده شوه که دیگران بفهمن تشویق شون. صدقات نفلی چی شوه؟ پد داده شوه. در حدیث متفق علی بخاری مسلم به الفاظ مختلف زیبا یک حدیث است. سبعه یدلهم الله فی الظل یوم لا ظل الا ظله، امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجول قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. نبی کریم علیه السلام می فرماید هفت نفر روز قیامت زیر سایه عرش رحمان است که غیر از سایه عرش رحمان دیگر سایه نیست. پادشاه عادل، جوانی که در عبادت خدا عمر جوانیش می گذرد،
مردی که از مسجد برآمد قلبش معلق به مسجد است تا که آید. دو مردی که به خاطر خدا دوستی کردن، به خاطر خدا جمع است، به خاطر خدا جدا میشن. مردی که خلوت نام الله را ذکر میکند و چشمهایش اشک میریزاند، و زنی که مردی را دعوت کرد که بیا مرا زنا کو، حسب و جمالم دارد، و این مرد میگوید که من از خدا میترسم. و سرانجام افتم مردی که صدقه میکند که دست چپش خبر نمیشود از دست راستش. هدفم در معجزه آخر بود، بنان هدف سری او تخفوها بود. و ما تنفقو من خیرین، آنچه را که شما خرج میکنین از مال، فلی انفسکم، و مفید به نفس شماست. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، نفقه نمیکنین مگر از خاطر خواستن رضای خداوند. و ما تنفقو من خیری، آنچه را که شما خرج میکنین از مال، یوفی الیکم، پورا داده میشود به شما. و انتم لا تظلمون، شما را هیچ گاه ظلم کرده نمیشود. مصرف اصلی صدقات و خیرات را پیدا کو. دیروز گفتم یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم یک درود گرم. صفه در مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم بود، فعلا در اثر بزرگ شدن مسجد درونی مسجد رفته به شمال روضة الجنه یا ریاض الجنت است. بعدا در شمال روضه مبارک صلی الله علیه و سلم یک صفه فعلی است، در واقع اونیست، در واقع همین صفه‌ای که فعلا صفه است، مردم میرن تبرکن نماز میخوانند، این نیست، بلکه غربی از این صفه و شمال روضه الجنه همین جاست. مصروف حفظ قرآن و حدیث بودند، طالب علم و حافظ بودند، طالب علم و حافظ بودند. و میفهمین یک قسمت از روز یا شب را به پیداگری که امو ککنن نان پیدا کنن، یک قسمتش به تعلیم، و یک بخش از سال را به جهاد مسلحانه میرفتن. جهاد هم میکردن، حفظ حدیث و قرآن هم میکردن. الله میفرماید صدقات به کی باید داده شود؟ شرایط سیکو للفقراء، شرط اول امیز که فقیر است. شرط اول امیز که چیست؟ فقیر است. دوم، الذین احصروا فی سبیل الله، آنانی هن که بند شده اند در راه خداوند، حصر کرده ایشان در جهاد، علم، حفظ، اینا نمیتوانند که بروند پشت دنیا. لا یستطیعون ضربا فی الارض، توان ندارن سفر کردن در زمین برای تجارت را. چرا توان ندارن؟ اگر اینا به تجارت بروند، حفظ قرآن معطل میماند، تحصیل علم دین معطل میماند، و پیشبرد نظام معطل میماند. از این خاطر توان تجارت رو چرا ندارن. دیگه صفتشان، یحسبهم الجاهل اغنیاء، گمان میبرد ایشان را، گمان میکند. الجاهل کسی که بیخبر در حال زناست، کسی که بیخبر از حال طالب و ملاست، او را گمان میکند اغنیا، پیسداران. چرا این کار را میکنند؟ من التعفف، از خاطر چی؟ از خاطر تعفف از سوال. یک طرف پیداگری ندارند، یک طرف سوال نمیکنند، از کسی نمیخواهند. از این خاطر اینا را مردم چی فکر میکنند؟ پیسدار. کالای طالب جان ششتگی و تو کدگی، کلاغه که سفیدش در سرش، او را که میبینه میگه ازی که در پیسدار دیگه نیست. او از کسی سوالم نمیکنه، از کسی چی هم نمیکنه؟ سوالم نمیکنه. پشت دروازه تق تق نمیکنه که پشت قربانی را بیار. چرا او را کس نمیشناسه؟ غنی فکر میکنن. مرده که گردن تو نمیکنه که سر سایه را بیار. سوال نمیکنه. چرا؟ به خاطر ازی که طالب علم هستی، همه چیز به الله تسلیم کرده. گمان میبرد کسی جاهل است، اغنیا، از تعفف، از چی که سوال نمیکنن. تعریفوهم بسیماهم، میشناسی ایشان را به رنگشان. و در سفرها ما یگان وقت کلا و لنگی خود بالا در افق موتر میمونم، یگان گپ که میشه میگه ملا جان او طرف تر بشی، قاری سگوس بش، و یگان اخ مزاق میکنم ملا پدرت، میگه بخشش باشه رنگتان در ملا میمون. ما گفتیم ما را عفو کنین. این ملا گفتن دشنام از گویا، او قاری گفتن کاش که ملا و قاری می بودیم. خب به هر صورت، لا یسالون الناس الحافا، سوال نمیکنن مردم را به مبالغه. لا یسالون الناس الحافا، الحاف به معنای مبالغه، الحاف به معنای زور، این دامنت که محکم گرفت در طرف روزه تا که نتی دیگه الهید نمیکنه. سوال نمیکنن الحافن. جناب شاه منصور بابا چی میگه؟ و این سالو قلیلا، اگرچه کم کم سوال میکنن. چرا؟ پشت دروازه وظیفه نان بیار میگه.
و این سالو قلیلن. اگر اوجا خامو تو رست نید مردم 2000-3000 طالب در مسجدها دیر هستن، چنگکا پشتی وظیفه میره، اونا با معصر زمان خودشان توجیه میکردن که سوال نمیکنه، مردم را سوال مبالغ آمیز، لیکن و این سالو قلیلا، اگرچه کم کم سوال میکنن. ولی بعضی مفسرین میگن نه، نفع قید و مقید اردو شده، اصلا سوال نمیکنه هیچگاه، اینا سوال نمیکنن. محل صرف اینمیست. پس ما جوانی ما و شما از کی کم است که ما نمیتونیم ما یک کراچیوانی کنیم، نمیتونیم که ما یک دکانداری کنیم، غرفه بشانیم، یک جای دیگه کار کنیم، نمیتونیم که در وقت تریاک شیر بزنیم، پیسه پیدا کنیم، نمیتونیم که یک باغبان شویم. میتونیم، ولی ما به خاطر دین خدا بند هستیم. ما به خاطر دین خدا امیالی بسا دوستایی که دمی بلخ است که عمدترین کتاب فروشی است، میگه به تو مانه، میگه دلت ششما، میگه کتابخانه باز کو ببر، هر وقت فروختی پیسه بیار، ما چی وقت در دکان بشینم؟ 4 ساعتی هستیم و 4 ساعت دیگه هم در خانه مصروف دیگه چیز مسائل دین. خسر انجام دین معطل میمونه. ما را کی بندی کرده بگوین؟ دین. از این خاطر مصرفی، بهترین مصرفی در شرایط امروز، قشر عالم و حافظی که به خاطر دین خدا بند است، پیداگیری کرده نمیتونه. و ما تنفقو، آنچه خرج میکنیم، این خیرین از مال، فین الله بی علیمون، الله متعال عالم است. الذین آنانی که ينفقون اموالهم، خرج میکنن مالایشان را باللیل در شب و نهار در روز، سرن خفی و علانیتن علنی، فلهم اجرهم عند ربهم، از برایشان اجرشان در نزد پروردگار است. ولا خوف علیهم، خوف بالایشان نیست به خاطر آمدن یک مشکل در جنت. ولا هم یحزنون، ایشان غمگین نمیشوند به فوت شدن چیزهای دنیا. میفهمین که مصداق آیات کیست؟ کسایی که در جنت هیچ خوف و غم ندارن، مالشان در شب و روز علنن و خفیتن خرج کردن، در رأس کل کی است بگو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. برای هر عمل در جنت عمل باب مستقل است، باب صدقه، باب جهاد، باب صوم، باب صلات. مگر میفهمین 8 دروازه جنت انتظار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را دارد. هر کدام به قدومش منتظرند، هر کدام به فراقش غمگینند. 8 دروازه منتظر است که ابوبکر کی می آید. خاک به دهن آنانی که علی شاگردان دست اول پیامبر تعرض میکنند. الله به سرانجامشان برس. حرف از صدقه که زد، مسئله ربا در میان می آید. چرا؟ ربا خوران نه فرض زکات فرضی را می دهند، نه صدقه می دهند، بر علاوه از او سود می خورند. سود. الله می فرماید الذین آنانی که یأکلون الربا، می خورند سود را، لا یقومون، بلند نمی شوند، الا مگر کما یقوم الذی، مانندی که بلند می شه کسی که یتخبطه الشیطان، اختطاف کرده، دیوانه کرده او را شیطان، جن، من المس، از جنون. ذالک بی خاطر بیانهم ایشان قالو، گفتن انما البیع، ربا سود میگه خواه، انما البيع، این از این است که بیع مثل ربا، تشبیه بلیغ است. یعنی باید میگفتن که ربا مثل بیع است، نه بیع مثل ربا است. بیع هم حلال است، سود هم حلال است. چرا؟ بیع است. و احل الله البيع و حرم الربا. الله میفرماید قیاس باطل است، قیاسکم باطل، اذ قال الله، زیرا که الله میگه خدا بیع حلال کرده و سود را حرام کرده. فمن جاءه، کسی را که آمد به وی موعظه پند من ربه جانب پروردگارش، فانتها، منع شد، فله ما سلف، از برای عزیز آنچه گناهی که قبلا کرده بود، و امره الی الله، بخشش نبخششش موکول به خداست. و من عاد بعد از آیت سود، کسی که عهد کرد، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، ایشان صاحبان دوزخن و همیشه در دوزخن. خب سیکاله سودخور گفت مثل مجنون بلند میش. مفسرین جناب قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه میفرماید احتمال میره که دمو مجلس سود باشه، احتمال میره که در روز آخرت باشه. اگر در روز آخرت باشه معنای است نشان معیار مخصوص سودخور در آخرت چیست؟ دیوانوار بلند میشه. دیوانوار چی میشه؟ بلند میشه. یک دوم میگه امو لحظه که معامله سود میکنه در قلب زی یک سیاهی رسم میشه و این سیاهی سرانجام قلب زی را فرا میگیره، به جایی میرسد که مثلی که دیوانه فرق بین حق و باطل، خوب و خراب کرده میتونه؟ نه. پس اینمی مردک در اثر عمل سود در دنیا دیوانه هست، خو ما تو فکر نکردیم. چرا دیوانه از دنیا؟ زیرا که فرق بین حق و باطل نکرده. اگه میکرد این کار نمیکرد. این دو معنا شد خواه، دو معنایی که قاضی صاحب اشاره میکنه.
دوم یادتان باش، برای سودخور بعدن اعلان جنگ است. آله گفت که صاحبان دوزخند، بیاد دارین مراکز سود در افغانستان نه بلکه در جهان زیر نام کابل بانک یونایتد که نامش اسلامی است. باز وقتی که در آمده میگه در شعبه اسلامیش میری یا غیر اسلامی؟ آیا در یک دل دو عقیده جای دارد که عقیده کفر و ایمان است؟ بگوین. آیا در یک مثلا اداره دو شعبه، یک اسلام یک غیر اسلام جای دارد؟ آیا در یک بانک امکان دارد که به نام اسلامی غیر اسلامی باشد؟ هیچگاه امکان ندارد. مراکز سود را جواز کاریشان را از ریاست دولت میگیرند. در ماده اول قانون اساسی نوشته شده افغانستان جمهوری اسلامی مستقل میباشد. اگر اسلامی است مراکز بانک سود چی میکنه؟ اگر مستقل است تطبیق کردن قانون یهود چی میکنه؟ پس میفهمین این پلان درازمدت یهود بود که هر زمانی که سود در دنیا جایگزین شد، جای تجارت گرفت، خوردن نوشیدن حرام شد، توبه قبول نمیش، دعا قبول نمیش، حج قبول نمیشه، روزه قبول نمیشه، زکات ثوابش قبول نمیشه، سرانجام جامعه در بدر ظالم سرشان مسلط میشه، هر قدر دعا کنن دعایشان قبول نمیشه. اینمی روز روز مسلمانان است. میفهمین فارسی را؟ منتظر با امید روزگاری که بانک های سود به مراکز دین مدرسه و دفاتر مدرسه تبدیل شود. آمین آمین. اونمو تو روزه مانند که سینما ها چپه شد و جایشان دیگه چیزا ساخته شد، اونمو تو روزه منتظر هستیم. این گپ گپ ساده نیست. نفهمین در زمان حضرت عایشه رضی الله عنها زید ابن ارقم به یک کسی کنیزه که را فروخته بود 800 درهم نسیه. پس یک مدت گذشت پول داده نتانست، پس آورد 600 درهم به اصل مالک فروخت، 200 کم پول نداده بود. حضرت عایشه خبر شد گفت برو به زید ابن ارقم بگو جهاد و عبادات را که امرای نبی کریم علیه السلام انجام داده بودی از یک سر باطل کرده ای، سود است. امروزم در بلخ باستان، نه در افغانستان عمومی، بزازان کالا را میتن افتوار یا در روز بعد یا 20 روز بعد پیسی شبتی، وقتی که او مردک دوپش داده نتانست پس کالا را میاره میگه که 600 خریده بودی یا 400 پس ای پیشت میخرم. سودی بر آلاست، سودی بر آلاست که شرای مابعه بیعقل مابعه قبل نقد سمن در هدایه قانونی است. شرای مابعه بیعقل مابعه قبل نقد سمن. از این خاطر یمحق الله الربا، الله متعال محو میکند میبرد برکت سود را و یرب صدقات، الله جل جلاله تربیت میدهد، الله جل جلاله زیاد میکند صدقات را. والله لا يحب كل كفار نثيم، الله دوست ندارد هر کفار ناشکرگزار سخت گناهکار را. کفار چی معنا؟ مقیم به کفر به تحلیل ربا. اثیم چی معنا؟ و به خوردن ربا. پس در شرایط امروزی ما به شما مستند میگم کسایی که به سود کار کردن فعلا لک لک دلار قرضدار هستند، لک لک دلار. کسایی که سود کار میگیرن فعلا لک لک دلار قرضدار هستند. ما گفتم من هیچ قرضدار نیستم، یک تا خنده کرد گفت من میفهم یعنی که من سود نخوردم میگه قرضدارم نیستم. ان الذين امنوا آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات اعمال نیک انجام دادن و اقام الصلاه نماز را برپای دانستن که داشتن که نماز من از فحشا و منکر میکنم و اتو الزکات زکات را دادن و سود نخوردن لهم اجرهم عند ربهم از برایشان اجرشان در نزد پروردگارشان است ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. بای یا ایها الذين امنوا اتقوا الله. سبحان الله. بعد از مفارقت بین فریقین جزاءً، جزای کافرم بیان شد، جزای مؤمنم. الله می فرماید یا ایها الذين امنوا، ای مؤمنانی که به حرمت ربا، به حرام بودن سود ایمان دارین، اتقوا الله، بترسین از خدا که سود حرام است. و درو ترک کنین ما بقی من الربا، آنچه که باقی مانده از سود، این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنان هستین. چرا؟ ایمان طاعت است، التزام طاعت، التزام ایمان یقینا اجازه میدهد که سود قبلی باید ترک شود. من آید چیست؟ کسایی که پول داده بود که 1000 بگید با دو ماه بعد 5000 بده، آیت سود نازل شد، حالا میگنم 1000 تا بگید دیگه شه ترک. و درو ما بقی من الربا فان لم تفعلوا، اگر شما ترک نکردین سود ربا را، فاذنوا بحرب من الله، خبردار شوید به جنگ از جانب خداوند و رسولی از جانب رسول خدا. ببینین
در برابر جنگ علی خداوند و رسول کسی استادگی کرده میتونه بگوین؟ نمیتونه. در برابر جنگ استاده شدن در برابر خدا که جنگ شوه هیچ کسی را توان نداره. محدثین میفرمایند، مفسرین، روز قیامت وقتی که صدخور را زنده میکنه الله متعال، میگه اینال بیار امو سلاحی که داری، امو امکاناتی که داری، از امو خود دفاع بکو که من تو را به دوزخ نیندازم. از این خاطر فعدنو بی حرب من الله. و این تو بتم، اگر شما رجوع کردین از چی؟ از ربا. فلکم رؤوس و اموالکم، اصل مالتان بگیرین. لا تظلمون، شما ظلم نکنین به زیادت، که زیاد طلب نکنین. ولا تظلمون، اونا هم شما را ظلم هم کرده نمی شود که نقص شوه، کم شوه یا معطل شوه، خلاص. و این کان دعوس، می فهمین فارسی را؟ پولی که دست داده بودی اصل شبیگی، نه تو زیاده روی کو، نه مردک تعطیل کنه. و این کان دعوس را، اگر مدیون فقیر بود، فنظیرتون الی میسره، مدت بته فالحکم الانتظار الی میسره، تا پیسه دار شدن ده. لیکن و انت صدقو خیر لکم، اگر شما اصل مالم ببخشین خیلی کار خوبی سین کنتم تعلمون. اصل مالم ببخش غریبی بیچاره رو چی میکنی؟ قشل هستی دیگه. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسین ایداین و مدیون، از روزی که برده می شوید رجوع کنانیده می شوید در اون روز به سوی خدا. ثم توفا کل نفس ما کسبت، بعد از آن پوره داده می شود هر انسان را پوره اون چی که کسب کرده از خیر و شر. و هم لا یظلمون، ایشان را ظلم کرده نمی شوند. آیت سلام، سلام خمی فمین بی سلامی رنه. یا ایها الذين امنوا، ای آنانی که ایمان آورده اند، اذا تداینتم بدین، وقتی معامله میکنید با معامله دین که سلم و قرض است، الى اجل مسمى، به مدت مشخص، فاکتبوه، را نوشته کنین. امر فاکتبو استحبابی است، امر فاکتبو امر استحبابی است، مستحب است که نوشته کنین. ولیکتب بینکم کاتب، باید نوشته کنه بین شما یک کاتب، بالعدل بعدل، نکم کنه نزیاد، میشه 10005 نوشته کنه، میشه 10015 نوشته کنه. در زمانی نجیب میگه یک درامه بود، مردم های تلویزیون دار قصه میکنن، من خود ندیده بودم. میگه یک کسی میگه که دمه یک خط نوشته کو عسکر هستم، خانه مارایی میکنم. میگه چی نوشته کنم؟ میگه نوشته کو که مدت زیاد میشود که از احوال شما گزارش نداریم جناب قبلگاه صاحب الاخری. او مردک نوشته میکنه جناب قلبگاه صاحب جوالای خانه را بفروشین. بازی مردک پیش دیگه کس که میبره میخوان، میگه برای خدا ما چی گفته، می چی نوشته کده. به هر صورت این در اینجا میگه که ولی اکتوب بینکم کاتب بالعدل، و بیچاره به سواد است در 5-5-20 نوشته کده در بدری میشه. ولی یعب کاتبون، منع نکند کاتب من یکتوب که نوشته میکند، کما علمه الله، از خاطر که الان نوشته کرد تعلیم داده. چی معنا؟ کاتب صاحب میره نوشته کنه، نه صاحب ما بیکار نیستیم، صد قلیق و نازه میکنه، اما چیزی که الان برای تعلیم داده خوب که پساده نیست. فل یک تو باید کاتب نوشته کنه. والیوم لیل املا کنه، بیان کنه، الذی علیه الحق، کسی که بالایش حق است. مدیون چی میگه؟ نوشته که اقرار میدارم من فلانی و ابن فلانی مبلغ 10000 این قبق املا رایی میکنه، این شارکی میکنه کاتب. ولی اتق الله رب، باید از خدا بترسه که پروردگارش است. ولا یبخس منه شیئا، و هیچگاه کمبود نکنه مدیون از امو دین هیچ چیز را. فین کان الذی علی الحق سفیها، اگر مرده که مدیون سفیه بود، سفیه، سفیه چرا میگن مردی مدیون که سفیه است؟ میگه سفیه ناقص العقل، او ضعیفا، مریض، غم، یا که ترجمان نداشت، او لا یستطیع دیجا، یا که توان نداره. چرا؟ که به خاطر گنگ است، یا که ترجمان نداره. ایومیل که املا کنه با چه کار کنه؟ هو خودش. فلیوملیل ولیوه، باید قیم وکیلش املا کنه، بالعدل به عدالت، یعنی کسی که نمیتونه کسی رو وکیل بگیره. واستشهدوا شاهد بگیرین، شهیدین من رجالکم، دو شاهد از مردانتان مستحب است. فاین لم یکونا، اگر نبود دو شاهد مرد، رجلین دو مرد، فرجلون و امرأتان یک مرد و دو زن، ممن ترضون من الشهداء، از کسایی که راضی هستین عدالتش را از شاهدان. چرا از زن دو تاست؟ چرا دو زن معادل یک مرد است؟ حقوق زن مساوی مرد نشد، حقوق زن مساوی کی نشد؟ مرد. میگه ان تضل کراهت ان تضل لئلا تضل، تا فراموش نکند احداهما یک زن، با فتذکر احداهما الاخرى، پس او یاد دهد و دیگرش
گو خوارجان امو جردوی موتو نبودیم بگم والا یعب شهدا و من نکنه شاهدانی دا ما دو وقتی که خواسته میشن به اقامت شهاده وقتی شاهده را میخوان که بین در محفل شاهدی بتن با اونا قلیق نکنه دیگه بیا در محفل شاهدی بتن اگر جایی که خرچه بکار است ناگذر خرچهش در نظر گرفته میشه والا تس امو مانده نشوید انتک توبوه از نوشتن حق صغیرن و کبیرا کم باشه زیاد الاجله تا مدتش مانده نشین با دربدری میش بسیار کسایی که سند نداره جنجال است سند بهترین چیز است ذالک مقصد عند الله نوشتن بسیار با عدالت در نزد خداست و اقوم للشهاده قائم تر به شهادت است و ادنا الا ترتابو قریب است که هیچ شک نمیشوید الا ان تكون تجارتا حاضره تديرونها بینکم مگر اگر باشد تجارت و خرید و فروش حاضره که دوران میدهید شما بینتان فلیس علیکم جناح پس بالای شما گناه نیست که الا تكتبوها نوشته نکنین خرید و فروش دست به دست است یک ساعت بعد میره نیم ساعت بعد میره پس میته چیز رو کتابچه را خراب کنین و اشهدوا اذا تبايعتم شاهد بگیرین وقتی که با هم دیگر معامله بیع میکنین اما شاهد استحبابی است تو شاهد باشه که ما زمین خود فروختیم شاهد باشه که دکان خود فروختیم مستحب است و لا یضار کاتب ولا شهید ضرر رسانده نشود کاتب را و نه شهید را ای کاتب و شاهد ضرر نرسانیم چی معنا کاتب عریضه نویسی داره با پیسه نوشته میکنه مفت سرش نوشته نکو یا کاتب در یک جای دور است کرای موتر داره که پیش شما بیا کرایش بده شاهد هم کرایش بده و این تفعلو اگر شما ضرر را میکنین فاین فسوق بكم این فسق است به شما معصیت است بكم منكم و تقوا الله از خدا بترسین و يعلمكم الله الله جل جلاله تعلیم میدهد شما یان را والله بكل شيء علیم الله به هر شی داناست و این کنتم علی سفرین بخش رهن آمد خب سایکو بای در بخش رهن ما تحقیق مسلکی خود کردیم طالبایی که دارین به دیگران نوت و تانبتین تنهای قمیگم که ثبوت گرو در نفس قرآن و حدیث ثابت است راهین، مرتهین، مرهون مثلا ما از تو قرضدار هستم اعتماد سری ما نداری میگی گم میشی حالا یک چیز از من رهن و گرو میگیری ما راهین نام دارم تو که سری ما حق داری مرتهین نام داری امو جنسی را که با تو میتون مرهون نام داره پس این خوامی مسئلش اما آیا استفاده مرتهین از مرهون جایز است یا نه چی شکلی که معمول است در شرایط امروزی دکان باغ زمین حویلی عموما اینا چیزهای است که رو سالیان سال استفاده میکنن پیسی خود بعد از آن میگیرن آیا جایز است یا نه در کتابای فقه شما زمانی که مراجعه میکنین از هدایه با بالا یک استثناء داره میگن استفاده مرتهین از مال مرهون قطعا جایز نیست مگر که اگر صاحب مال اجازه دهد ده اینجا خطا شده اند جناب علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه در رساله الفلک المشحون فی ما یتعلق بانتفاع المرتهین من المرهون رساله مستقل در رابطه دارد پنج قول از صحابه به این طرف نقل کرده سرانجام فتوا به امیست که گروی معمول قطعا سود و ناروا هست گروی معمول در شرایط امروزی دلش که ملا صاحب کرده دلش که قاری صاحب کرده باشه حاجی صاحب کرده باشه سالک صاحب هر کسی که باشه سود است سود میفهمید چرا؟ مصداق استثنای هدایت در جاییست که در صلب عقد نبوده در داخل عقد گرو استفاده را شرط نشده بعد از عقد گرو با چون داده نتانست گفت که برو خیر استفاده بکو چون شرط نشده بود و اگر شرط شوه نادرست است ولی بعد از او اجازه بده درست است لیکن در شرایط امروزی تعامل بمیست که استفاده شوه اگر بفهمه که استفاده نمیشه گرو میگیره شما بگین رد المحتار در نفس رد المحتار به همین مقدمه عمل کرده که المعروف کالمشروط اگر شرط استفاده را کنه ناجایز است چون که معروف هم استفاده است المعروف کالمشروط به همین مقدمه گروی فعلی به طور عموم سود است در واقع قرض است پولی که به تو داده قرض است داویلیت که شیش تک امو فایده قرضش است کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرضی که به نفع مقرض بوده باشه او چی است سود است اما به شرط به تو قرض میتونی یک روز دمه کار کنی به شرط قرض میکنم ما یک دوره میهمانی بده کلی منا چی است
کسی که از تو قرضدار است میمانی که دعوتش قبول نکو، مگر این که قبل از قرض اگر تعامل داشته باشین که یکی دیگر میمان میکنین. و این کنتم علی سفرین، اگر شما در سفر باشین، این شرط چی نیست، قید اتفاقی است. ولم تجدوا کاتبا، کاتب نیافتین، فریان و مقبوض، لازم از گروی قبض شده. فاین من بعضکم بعضا، اگر مطمئن بودین بعضتان از بعض، فلیؤدی الذی اؤتمن امانته، باید ادا کنه کسی که امین شده امانت را. ولیتق الله ربه، باید از خدا بترسه که پروردگارش است. ولا تکتموا الشهاده، پد نکنین شهادت را. و من یکتمها، کسی پد میکند، فانه آثم قلبه، این گناهکار از دلش. والله بما تعملون علیم، الله این مطالب آنچه که عمل میکنین داناست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص از خداوند است آنچه در آسمان ها و در زمین هاست. ملکن، خلقن، تصرفن، علمن، در چهار عرصه زمین و آسمان با داشته خود مملوک کیست بگوین؟ مملوک الله. زمین و آسمان با داشته خود مخلوق کیست بگوین؟ زمین و آسمان با داشته خود در تصرف کیست؟ متصرف آسمان و زمین کیست؟ متصرف قشر ابدال و اقطاب و اوتاد شده نمیتواند بایی به این معنا. و در عین حال در تاریکترین شب سوزنده در چقوریترین جای کی میداند بگو؟ الله. پس اینمی است که ملکن، خلقن، تصرفن، علمن. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم، اگر شما ظاهر میکنین آنچه در نفس هایتان است از افعال اختیاری، هرچه در نفست است، کینه، حسد، بغض، عداوت، او تخفه یا دموج نگاه میکنین، یحاسبکم به الله، الله به محاسبه میکنه. فیغفر لمن یشاء، میبخشد به کسی که میخواد. و یعذب من یشاء، عذاب میکنه کسی را میخواد. والله علی کل شیء قدیر، الله به هر شیء چیز توانا و قادر است. بای لا یکلف الله نفسا الا وسعها، پشت آیت است، هیچ نفس را الله مکلف نکرده مگر به قدر چی؟ به قدر توانش. پس چطور میگه که آنچه در دل تان از برابر ازام چی میکنیم؟ مواخذه و محاسبه میکنیم. او خواست توانی ما نیست نیم. اونمو چهار مرحله که همه جای میفهمین، خلاصه آنچه که ظاهر میکنین در نفس در از نفستان یا مخفی میکنین، به شرطی که در مرتبه تصمیم قاطع برسه. اگر نفس خطور و حدوث است، او را الله میبخشد، مؤاخذه نمیشه. آمن الرسول، و ایمان دارد رسول، به منزل الهی، به آنچه به او نازل شده می ربیه جانب پروردگارش. و المؤمنون، مؤمنان، ای خود رسول هم به تکالیف مکلف است، خود رسول هم به ایمان اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله خودش هم مکلف است. والمؤمنون صحابه، یقولون، میگوین، کلنا آمنا بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، همگان ایمان دارند به خداوند، به توحید خداوند، به ملائکه های خداوند، به کتاب ها و از پیامبران خداوند. لا نفرق بین احد من رسوله، تفرقه بین هیچ پیغمبر نمی کنیم، کلشان انبیا هستند. و قالو، میگن، سمعنا و اطعنا، شنیدیم قول پروردگار ما را و اطاعت میکنیم امر پروردگار ما را. نطلب غفرانک، طلب میکنیم بخشش تو را ای خدایا. ربنا، ای پروردگار ما، آتنا مرادنا، بده مراد ما را، و الیک المصیر، خاص به سوی تو ای خدایا جای بازگشت، خاص به سوی تو جای بازگشت، خاص به طرف تو ای خدایا جای بازگشت. چه رقم جای بازگشت خاص به توست؟ در نیل مراد در دنیا، بعد از مرگ، در زندگی، به سطح عموم جای بازگشت به طرف شماست. پس او آیت به این آیت منسوخ هم بگیم میش، لا یکلف الله او تخفوه، لا یکلف الله نفسا، مکلف نکرد الله هیچ نفس را، الا وسعها، مگر به قدر طاقتش. لها ما کسبت، به نفع نفس است آنچه کسب کرده از خیر. و علیها ما اکتسبت، به ضررش است آنچه که کسب کرده. یک نکته از شافعه معلوم میشه، یادتان باش، از لحاظ صرفی، یکی کسبه یک سیبوس، یکی اکتسبه یک تسیبوس. در کسب مشقت شرط نیست، کسب همو عملی را میگن به سادگی به دست آورده شده، اما در اکتساب طلب کسب با در نظر داشت، در داشتی مبلا چی نام داره، با در نظر داشتی مشقت، یعنی با داشتن مشقت، که مشقت هم باشه، نام دور اکتساب میگن. آل فضل الهی رسی کو، میگه به نفع نفس است ما کسبت، چی معنا؟ عمل خیری را که انجام داده، به مشقت انجام داده، به مشقت، به تصمیم قاطع، به تصمیم، برات ثواب میرسه.
اما در باب گناه به نفس چیزایی که در دلت میگرده چی نیست؟ بگو به نفس چیزایی که در دلت میگرده گناه نیست. یک نکته صرفی گفتم که فصول اکبری و شافعه خفه نشوه. ربانای پروردگار ما لا تو آخذنا ما را نگی این نسینا اگر فراموش کردیم او وقتانا یا خطا کردیم. ربانای پروردگار ما لا تحمل علینا چی نکو بار نکو بالای مایان چرا اسرن اسر در اینجا معنای چیست؟ بار گران کما حملته علی الذین من قبلنا چنانچه که بار کرده ای امو بار گران را بالای آنانی که پیش از ما بودن. ربانای پروردگار ما ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به بار نکو مایان را آنچه توان نداریم. واعف عنا بگذر از ما واغفر لنا ببخش مایان را وارحمنا رحم کو بمایان. انت مولانا نحن عبیدک تو مولای ماستی ما غلامان توستیم. فانصرنا علی القوم الكافرین نصرت بفرما مایان را بالای قوم کافر به جهاد و به مقاومت مسلحانه. در اینجا یک نکته یادتان باش از لحاظ عقلی گناه نیست گناه زهر از زهر سمومیات است. اگر انسان زهر را قصدن بخوره یا اشتباهن کشنده است هر دو صورت یا صرف در صورت قصدی. کلی مردم بگوین بس سو بخورم کشته میشه نمیشه. پس گناه زهر مسموم کننده است قصدن و سهوان خطاان کشنده است. از لحاظ عقلی باید اگر گناه را به سهو کردیم یا به خطا به هر شکلی که باشه باید ما عذاب شویم. از اینجا میگه که ما را در برابر سهو و خطا مؤاخذه نکو. اما با آنی که عقلا گناه کشنده و مهلک است سهوان و قصدن باید تو مؤاخذه شوی. اما این فضل و مرحمت الهی است که گناهی که سهوان و خطاان است الله بخشیده. رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما استکرهوا مرفوع شد از امتی ما خطا و فراموشی و آنچه که جبران علیشان عملی شده. یعنی از لحاظ عقلی میگه بود ولی از لحاظ شرعی فضل و مرحمت الهی شد که ما و شما را گرفتار نمی کنه. اما یادتان باش شما اینجا گفتین که نسیان و خطا فرق بین نسیان و خطا چیست؟ وضو میکنی در رمضان یادت نیست که روزه دارم آب تیر میشه این را نسیان میگه. وضو میکنی در رمضان یادت هست که روزه دارم ولی با آن هم آب تیر میشه این را چی میگه؟ خطا میگه. این حال خوب سیکو تو گفتی که خطا و نسیان ما را نگی. این دعای صحابه و رسول صلی الله علیه و آله قبول شده. از این فهمیده میشه که در باب خطا و نسیان با ما و شما کدام مشکلی نیست. پرسان میکنم کلام مفسد نماز است یا نه؟ مطلقاً یا صرف قصدن؟ مطلقاً خطا باشه نسیان باشه مفسد نماز است. یک گپ نیست. و جماع کردن در زمان حج، در حج یک نفر جماع کرده، روزه را نمیگم در روزه مفسد نیست، در حج یک نفر جماع کرده قبل از وقوف عرفه قصدن باشم حجش فاسد شده اگر چی هم باشه بگو سوان. در رمضان یک نفر به خطا روزه را خورده که وضو میکرد یادش بود او رفته، اینمی خطا مفسد صوم شد یا نشد بگو؟ بعد از رمضان یک روز قضایی میاره یا نمیاره؟ میارنی و عین شکل دیگه مسائلی هم است. خب به هر صورت شما گفتین که رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما استکرهوا از امت پیامبر خطا و نسیان و مکره کلشی شده؟ عفو شده. طلاق مکره واقع میشه نمیشه؟ میشه. چه رقم شما این گپ میزنین؟ جواب مراد از رفع در اونجا چی است؟ مراد از رفع مؤاخذه آخرت است. یعنی در آخرت به نسیان و خطا انسان ها چی نمیشن؟ حسابی گرفته از پیشان نمیشه. اگر در دنیا کدام حکم جاری میشه مشکلی نداره. میفهم این فارسی را؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه سوره بقره چی برآمد؟ تا اینجا سوره بقره را ما خلاص کردیم الحمدلله. اثبات یگانگی خداوند، اثبات رسالت پیامبر، ترغیب به جهاد و انفاق فی الجهاد، اینا خلاصه کی است؟ خلاصه سوره بقره. الا توفیق عمل نصیبی ما بگردان اول مرکت اهل خانواده ما و خیش قبیله ما و حاضرین مجلس ما همه عالم اسلامی را به توفیق عمل به دین نصیب بگردان.
پدر جان مادر جان ما را خیش و قبیله ما را همه ما و شما را مرده های ما را مغفور و مرحوم مراتب را نصیبشان بگردان. الله متعال کفار را شکست و نابود بگردان. عالم اسلامی را از مشکلاتشان خلاص بگردان. الله مراکز دین ما، مساجد، مدارس، علما، طلاب، حفاظ، مجاهدین در هر گوشی دنیا به هر نامی که به دین الله خدمت میشه نصرت و یاری بفرما. دوستایی که با ما و شما در مساجد و مدارس همکاران دائمی ما و شماست، منتظر دعا هستند که تخیش و قبیله و اهل و خانواده ایشان که تی اهل عالم اسلام در اردو دنیا پیروزی نصیبشان بگردان. کفار را شکست و نابود، بندی های مسلمان ها را از زندان های کفار رها بگردان. کسای اولاد ندارن اولاد صالح نصیبشان بگردان. مایان را اولاد صالح نصیب ما بگردان. الله تا آخرین قطره حیات خادم دین بگردان. نسل نسل ما را تا روز قیامت خادم دین بگردان. الله مرگ زیر لیاف نمیخوایم، در آخر عمر شهادت نصیب همه مسلمان ها بگردان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاکم الله. سوره بقره از آیه 266 الی ختم سوره آیه 286. نوار شماره 14.